عجایب انیمیشن باب اسفنجی آتش زیر آب سلام فقط به کانال انیمیشن دی خوش تو می تو اینو میخوام بریم سراغ چیز خیلی عجیبی که تو انیمیشن باب اسفنجی هستن و تو انیمیشن اتفاق میفته و واقعا با عقل جردن نمیاد و دارن قوانین فیزیکو زیر پا میذارن تو اینو می بریم سراغشون و اینکه از این ویدیو خوشتون بیاد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بدون مطلی بزن بریم اولین موردی که میخوام بریم سراغش غرق شدن زیر آبی که تو انیمیشن باب اسفنجی ما میتونیم ببینیم تو انیمیشن باب سنج همه اینا زیر آب زندگی میکنن زیر آب هستن اما یک ساحلی هم دارن که میرن اونجا آفتاب میگیرن و اونجا حتی شنا میکنن تو این قسمت خیلی عجیبه که بعض از اینا غرق میشن و حتی قرق نجات هم دارن خنده دار اونجا بود که پاتریک داره غرق میشه با بسفنجه قایق برمی داره میره کمکش هم. اما پاتریک کل اون قایق رو نابود میکنه و هر دوتاشون دارن غرق میشن و جالب اینجاست شنا کردن هم. بلد نیستن مورد بعدی شلوار پرنده است قسمت وجود داره که باب اسفنجی داره موهاشو سشوار میزنه که تلفن زنگ میخوره و تلفن رو جواب میده اما به جای اینکه سشوار رو خاموش کنه اونو میذاره تو شلوارش و شلوارش اونقدر باد میشه که میتونه پرواز کنه تقریبا میشه گفت میشه شبیه بادکنک و واقعا میتونه پرواز کنه این ور اون ور میره به مردم کمک میکنه میشه قهرمان و واقعا عجیبی که با شلوار باد شده بتونه همچین کارو انجام بده مورد عجیب بعدی با بادکنک بادکنک باد میتره و باب اسفنجی و پاتریک سعی میکنن که باتونک رو بازسازی کنن که واقعا نشدنی و عجیبه پاتریک میگه که من هوا رو میگیرم هوا رو با دو تو دستش میگیره تا با اسفنجی بیاد و تیکار رو همگه بچسبونه که بازم موفق نمیشن که رو بتونن باسازی کنن سختترین کار این بازسازی رو خود پاتریک انجام داد اینکه هوا رو گرفت و گرفتن هوا خیلی سخته <applause> اما عجیبترین چیزی که تو انیمیشن باب سنج هست غیر از غرق شدن خود ماهی ها و غرق نجات و اینا اینه که ما میتونیم زیر آب آتیش ببینیم وا. 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 باب و پاتوی که بادکنک و دزده بودن و الان دیگه ترکوندن در حال فرار کردن بیرون از شهرن و شب شده آتیش روشن میکنن و خیلی جالبه که خودشون به این موضوع اشاره میکنن اینکه آتیش زیر آب چیکار میکنه نکتهش اینجاست وقتی که خودشون به موزه اشاره میکنن پاتریک میگه که واقعا چجوری ما میتونیم زیراب آتیش روشن کنیم آتیش خاموش میشه همون لحظه یعنی تا وقتی که بهش اشاره نکنن آتیش هنوز اونجاست واقعا یک از اجبه این اینکه آتیش زیراب چیکار میکنه اصلا چجوری روشن میشه با بابسفنجی یه چیزایی داره که واقعا با عقل جور در نمیاد و قوانین فیزیکو زیر پا میذاره در دام اجر باب میتونه به یک دعوتنامه اشاره کنیم که برای باب فرستاده میشه و باب خیلی خوشحاله میخواد به این مهمونی بره اما نمیتونه دعوتنامه رو بخونه چون جوهراش دارن پاک میشن جوهرا خراب شده و هیچی معلوم نیست بابسفنجی نمیتونه بخونه و یه تیکه هم میندازه و به این نکته اشاره میکنه اینکه اون فردی که این دعوتنامه رو فرستاده هیچ چیز از فیزیک زیراب نمیدونه و بعدش نامه ها رو میندازه تو آتیش خودش داره میگه که فیزیک زیر آب و بعدش دواننامه رو میندازه تو آتیش بی خیال دوندنامه آتیش زیر آب چیکار میکنه <applause> یکی دیگه از عجایب بابسفنجی یه سنگی که ما میتونیم توی یکی از قسمت‌های بابسفنجی ببینیم بابسفنج و اختاپوس با برن یه سفارش تحویل بدن و گم شدن بابسفنجی وقتی که این سنگ رو پیدا میکنه خیلی خوشحال میشه در که اختاپوس خیلی عصبانیه وقتی که بابسفنجی سوار این سنگ میشه مثل ماشین عمل میکنه با اینکه یک سنگ خالیه اما میتونه حرکت کنه و با بسنجی یه جور ادا در میاره که انگار واقعا یک ماشینه یه چیزی که واقعا نمیشه درکش کرد اینه که به پلانکتون دستبند زدن دستبند به بزرگی دستبند ها خیلی بزرگن اصلا پلانکتون از دست نمیکنن اما پلانکتون فرار نمیکنه توی صحنه هم که تو زندانه اصلا نمیخواد از لای میله ها فرار کنه خیلی راحت خیلی کوچیکه اما فرار نمیکنه و به جاش کار خیلی عجیب غریبی انجام میده به دیگه هم ما میتونیم انیمیشن ببینیم مثل همون قسمتی که با اسفنجی خونش از دست داده و میخواد دوباره خونش از نو بسازه داره سعی میکنه اما تو هوا معلقه اصلا نمیفته با داره چوبار به هم دیگه میخ میزنه و رو هوا هستن چوبه قبل دارن یکی یکی میفتن و به جای وصل نیستن اما با هنوز معلقه و داره به کار خودش ادامه میده این که چیزی نیست تو همین قسمت با یه دور دنیا رو چرخوند <laughs> مورد بعدی که خیلی خیلی عجیبه اینه که اتوبوس میتونه رو دیوار راست بره بالا توی قسمتی که با و پاتریک یه جا گیر میافتن که یه دیوار خیلی صافیه و باعث سر اتوبوس بشن تا بتونن برگردن خونه و این اتوبوس از این دیوار راست میره بالا اول قسمت با و پاتریک با هم گیر افتاده بودن باز اینکه با به پاتریک میگه که حواست به اتوبوس باشه خودش میره قدم بزنه اما بعدا متوجه میشه که پاتریک نامرد سر اتوبوس شده و داره میره با داره میدوه و اتوبوس از اون دیوار راست میره بالا اما با اسفنج هر چقدر که سعی میکنه نمیتونه <applause> مورد عجیب و غیر ممکن بعدی وجود گوریل زیر آب تو انیمیشن باب اسفنجی یه فردی که لباس گوریل پوشیده تو این قسمت باب اسفنجی خیلی نگران خیلی میترسه از دنیای بیرون و فقط تو خونه خودشه پاتیکو سندی میخوان کار کنن که این بیاد بیرون اما نمیاد اما یهو های یه گوریل میاد و اونا رو میکنه تو گونی خود باب اسفنجی مثلا باور نمیکنه اما وقتی که میاد بیرون یه گوریل رو میبینه نکته جالب اینجاست که تو خود این قسمت به این موضوع غیر ممکن اشاره میکنن باب اسفنجی میگه که گوریل اصلا زیر آب چیکار میکنه گورل میترسه و بعدش فرار میکنه یکی دیگه از عجایب باب اسفنجی بارش برف تو انیمیشنه داره برف میباره مثل دنیای واقع همه جا پر برف شده حتی مردم میرن آدم برفی میسازن اصلا چجوری ممکنه زیر آب داره برف میباره و مردم رفتن اثر هنری ساختن آدم برفی ساختن اونم زیر آب یه نکته خیلی عجیبی توی کس از قسمت باب اسفنجی هست اینکه باب اسفنجی میره بیرون از آب تو خشکی و این واقعا خیلی عجیبه در حالت عادی نمیتونه همچین کار انجام بده توی کس از انیمیشن و سینمای همچین کار انجام دادن باب اسفنجی بیرون از آب که اونجا بحث جادو اینا مطرح بود حالا جدا از بحث جادو خود انیمیشن سینما گرافیکش خیلی بالا بوده این قسمت رو ببینید یه چوبو زدن به یه اسفنج و دارن تکونش میدن. نکته عجیب بعدی وجود یک درخت زیر آبه توی که از قسمت با بسفنجی ما میتونیم درخت رو ببینیم که زیر آبه و حتی کپسول اکسیژن هم داره درخ نمیتونه زیر آب باشه اما تو انیمیشن با بسنجی یک شوردن زیر آب و برای اینکه تبیش کنن دو تا کپسول اکسیژن گذاشتن پشتش و مثلا داره نفس میکشه و حتی اینکه که قواسی هم گذاشته یه چیزی که همیشه تانیمیشن انیمیشن با عجیب بوده کلاه ایمنی سندی که شیشه ای شیشه ایه و خب اونجا میتونه نفس بکشه اما بعضی جاها ما میتونیم یه چیز خیلی عجیب و غیر ممکنه ببینیم اینکه سندی داره سوت میزنه سر سندی تو کلاه ایمنی بیرون از آب با نفس بکشه اما چجوری میتونه سود بزنه غیر ممکنه دستش بیرونه نمیتونه خوب به دهنش برسه که با انگشتش بتونه سود بزنه اما تو این صحنه ما میتونیم ببینیم یه صحنه دیگه هم هست که سندی بیرونه کلاه ایمنی رو سرشه اما داره سود میزنه دیگه واقعا انگار سود زدن برای سندی خیلی کار راحتیه و اون کلاه هم جلوشو نمیگیره برعکس این غذا رو هم داریم با بسنجی میاد خونه سندی و اون کلاه ایمنی رو پر آب میکنه و میذاره سرش هم. اما تو خونه سندی چجوری میتونه حباب درست کنه کلاه ایمنی رو سرشه چجوری میتونه حباب درست کنه اون هوا از کجا میاد واقعا که دیگه از عجب بسنجی همینه میشه گفت بیشتر اوقات تو انیمیشن باب بسنجی اوزا همینه همچین چیزا غیر ممکن تو انیمیشن هستن که با عقل جور در نمیان و واقعا عجیبه ولی برای خندینا رو برای فان اما بعض جاها مثل سوزنن سندی واقعا خیلی عجیبه و بهتره که نباشه خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه لایک و کامنت فراموش نشه رفاقی تازه با کانال آشنا شدن برای دیدن ویدیوهای به حال بعدی روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنن و زنگار رو همه قرار بدن خیلی خیلی ممنون تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار